بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لن عداهم من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام و نماز روزاتون قبول باشه ان شاء الله. یک بار دیگه با برنامه سرزمین عشق بسات زنده از کربلای معلا در خدمت شما هستیم. پیش از هر چیز تسلیت عرض می‌کنم وفات شهادت گونه ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها رو خدمت همه مؤمنین و مؤمنات، همه مسلمانان جهان، همه آزادگان و آزادمردان جهان، بانویی که با تمام وجود در راه دفاع از اسلام و رسالت گرانسنگ آقا رسول الله صلی الله علیه و آله از هیچ تلاشی فروگذار نکرد و در نهایت در شرایطی جان مبارک خودش رو فدای آقا رسول الله صلی الله علیه و آله کرد که مسلمانان توسط مشرکین از خدا بی خبر در شعب ابو طالب در محاصره اقتصادی بودند. این بزرگ بانو که مادر برترین بانوان و سیده تمامی بانوان هر دو جهان یعنی بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها است، کسی است که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله در حق او مطالب بسیاری بیان فرمودند. یکی از کلمات و جملاتی که با آقا رسول الله صلی الله علیه و آله نسبت داده میشه نسبت به بی بی فاطمه بی بی ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها این حدیث هست که حضرت فرمود، شبه کلام به این ترتیب هست، فهوای کلام ما قام و مستقام الاسلام الا به مال علی و سیف خدیجه. امیدواریم که خداوند متعال ما رو از پیروان حقیقی اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده و در نحوه انفاق و فدا کردن مال و اموال خود در راه اسلام حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها رو الگو و سرمشق ما قرار بده و ما توانایی این رو داشته باشیم که از ایشون پیروی صحیح داشته باشیم انشاءالله. همچون شبهای گذشته امشب هم در خدمت کارشناس محترم برنامه حاجی بهادینی هستیم. از طرف شما و خودم خدمت ایشون عرض سلام و ادب خواهم داشت. حاجی بهادینی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و وقتتون بخیر باشه انشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و تقبل الله اعمالکم. من نامکم انشاءالله. همچنین عرض سلام به محضر همه بینندگان و شنوندگان محترم دارم و قبولی اعمال و همه طاعاتشون و عرض تسلیت به محضر حضرت محضر مقدس حضرت بقیت الله و همه مسلمین شیعه و سنی. اگر کسی سنی هم باشه بایستی در اوج محبت نسبت به حضرت خدیجه کبرا باشه. رحلت ایشان رو بنده به همه تسلیت میگم و از خدای منان میخواهم که ما رو پیرو حقیقی ایشان مقرر بفرماید ان شاء الله. الهی آمین ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکرم. همچون شبهای گذشته امشب هم ان شاء الله با صدای گرم حضرت عالی و همراهی بینندگان عزیز و ارجمندی که در اقصا نقاط این جهان پهناور با عشق آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نفس میکشند زائر آقا امام حسین علیه السلام باشیم. یا الله صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء الصالحين. صلى الله عليك يا أم المؤمنين يا خديجة الكبرى. صلى الله عليك يا أبا محمد يا حسن بن علي. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلى الله عليك يا قمر بني هاشم يا أبا الفضل عباس يا باب الحوائج ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا بقية الله يا حجة ابن الحسن ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا منا ورحمة الله وبركاته. بزرگبانوی اسلام ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها اولین بانوی بود که با آقا رسول الله صلی الله علیه و آله ایمان آورد و
وقتی که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله به پیامبری مبعوث میشن، زمانی است که حضرت با ام المؤمنین خدیجه کبری سلام الله علیها ازدواج کردند و طبیعتاً حضرت خدیجه سلام الله علیها اولین کسی خواهد بود که موضوع بعثت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله رو متوجه میشه و از همون ابتدا و حتی سریعتر بگم قبل از بعثت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، این بزرگ بانو ارادت خاصی نسبت به آقا رسول الله صلی الله علیه و آله داشت که داستان اون مفصل هست و فقط در اینجا یادآوری کنیم که این بانو یکی از چهار زن برتری است که در کتاب ها و احادیث و روایات نام اونها برده شده. حاجای بهادی در خدمتتون هستیم، ان شاءالله امشب استفاده میکنیم از آنچه برای ما برای در مقام آوردید در این برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. باز با عرض تسلیت مجدد خدمت عز صاحب الامر حجت ابن الحسن و همه بینندگان و شنوندگان محترم، چند دقیقه رو اختصاص به ساحت مقدس حضرت خدیجه کبری المؤمنین سلام الله علیها میدم و بعد ادامه خطبه حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلام علیه رو درباره امامت و شؤونات مقام امام زمان عرض خواهم کرد. انشاءالله استفاده خواهیم. قبلش این رو بنده با اجازه عزیزان تصحیح میکنم این جمله رو که مجری محترم جناب بزرگان نیا شما فرمودید که بگیم شهادت گونه حضرت خدیجه کبری. چرا تو؟ حضرت خدیجه کبری مقامش بالاتر از اینه که به این جمله نیاز باشه. چطور؟ الان توضیح میدم. ببینید حضرت خدیجه کبری که جزء چهار نفر بانوی برتر در عالم هست، بله، که یکی حضرت مریم، یکی حضرت آسیه و یکی حضرت خدیجه کبری و برترین همه حضرت بانوی دارم بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها. این چهار بانو مقامشون از همه زنهای عالم و زنهایی هم که به شهادت رسیدن بالاتره. مقام شهید رو دارند، شهادت گونه نیاز نیست بگیم. دلیلی هم از قرآن و از روایات تقدیم میکنم. ببینید حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت خدیجه کبری مدافع مکتبی بودند که شهدای عالم رو تربیت کردند، تحویل دادند، شهدای عالم رو پرورش دادند. و خدمتون عرض کنم این یک مطلب عقلی اول. و ما داریم بهشت، الجنت تحت اقدام الامهات، بهشت شهیدان هم زیر پای مادران شهدا هست. و حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها مادر فاطمه زهرا صلوات الله سلام علیها هست، که از فاطمه زهرا شهیده هست و جده ائمه اطهار هست که همه ائمه اطهار به شهادت رسیدن و همچنین مقامی داره. و بهشت ائمه اطهار و بهشت اولیا تحت قدم حضرت خدیجه کبری است. سلام الله علیه. سلام الله علیه. این هم یه مطلب دیگه عقلانی و نقلی. اما مطلبی دیگر، روایتی هست از حضرت امام صادق سلام الله علیه که ایشان به جمعی از اصحابشان فرمودن که تمام شما موالیان ما، تمام شیعیان ما، همه مردان اونها صدیق و شهید و زنهای اونها صدیقه
و شهیده هستند. همه اصحاب تعجب کردند. حتی اگر با مرگ طبیعی به ظاهر از دنیا برد. بله من مات علی حب محمد و آل محمد مات شهیده بله. احسن. خب یکی از روایات همین روایاتی که از من مات علی حب آل محمد مات شهیده. کسی در محبت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بالاتر بود؟ خیر. کسی در محبت به امیرالمؤمنین و رسیدگی به امیرالمؤمنین که امیرالمؤمنین 3-4 ساله بود در دامن حضرت خدیجه پرورش یافت. جسمش پرورش یافت ولی روح در ازل ولی بوده و امام بوده. که رسول اکرم حضرت امیرالمؤمنین رو از حضرت ابو طالب تحویل گرفت در حالی که امیرالمؤمنین 3 ساله بود. و در دامن حضرت خدیجه کبرا و در دامن امیر رسول الله حضرت جسمشون رشد کردن و بزرگ شدن. خب این هم یکی از شؤون حضرت خدیجه کبراست که حکم مادری هم برای امیرالمؤمنین هم داشت اضافه بر مادرش حضرت فاطمه بنت اسد. حضرت خدیجه کبرا حکم مادری داشت برای امیرالمؤمنین. خب این روایت که عرض کردم اصحاب سوال پرسن چطور می شود همه موالیان شما، همه شیعیان شما، همه دوستداران شما، صدیق و صدیق شهید و شهیده باشند، حتی اگر به مرگ طبیعی از دنیا بروند. البته احکام شهادت خاص یا احکام خاص خودش داره احسد این رو بماند، ولی پیش خدا اینها مقام شهید رو دارن. حضرت استدلال کردند به آیه ای از آیات قرآن که اگر ما دستمون از ائمیت ها کوتاه باشه چگونه میخواییم به این حقایق قرآن برسیم؟ رسیدن به این حقایق قرآن به برکت تمسک به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ائمه اطهار هست، امام صادق تک تک ائمه اطهار هست. حضرت این آیه رو سوره مبارکه حدید آیه 19 تلاوت فرمودن. والذین آمنوا بالله و رسله، اونایی که ایمان آوردند به خدای متعال و به تمام فرستادگان الهی از آدم تا خاتم الانبیاء و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، هم صدیقون، دقت کنید با تاکید خدای ما، همه ایشان صدیقند و صدیقه و شهدا و شهدای درگاه خدا هستند. عند ربهم، پیش خدا همه اینها، اونایی که ایمان با ایمان چیه؟ با ولایت امیرالمؤمنین است. اونایی که ایمان بیاورند به خدا و رسالت تمام رسول، اینها با چند تاکید، اولائک هم، اولائک یه تاکید، هم یه تاکید، الصدیقون، الف لامش هم الف لام عام عمومیت داره، همشون صدیقن و صدیقه و شهدا و همه ایشان شهدای درگاه خدای متعال حساب میان عند ربهم، پیش خدای خود، صدیق، صدیقه، شهید و شهیده، لهم اجرهم و نورهم، برای ایشان پاداششون از طرف خدای متعال هست و نورشون. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، در مقابلشون اونایی که کفر ببرزن و تکذیب کنن آیات ما رو، که اینجا هم لازم توضیح کنم که آیات خدا دو نوع است، آیات تشریع و آیات تکوین. آیات تشریع رو کسی تکذیب بکنه با آیات تکوین فرقی نداره. آیات تکوین از جمله مهمترین آیه تکوین خدای متعال امیرالمؤمنین است. ممکنه کسی بگه به چه دلیل؟ یکی در دعای شریف افتتاح که میخوانید و آیت کل کبرا و نبع العظیم،
خدا یا درود خودت رو بر آیه برتر خودت در عالم هستی، نشانه برتر خودت در عالم هستی بر امیرون بفرست که او آیه برتر تو در عالم هستی هست و نبأ عظیم است. اما یتساءلون عن النبأ العظیم. بعد در یه حدیث دیگری هست، ما تکون آیتن اعظم منی، آیه‌ای در از آیات خدا اعظم از من امیر المؤمنین نیست. خب بنابراین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها خودش مقام شهیده رو و صدیقه رو دارد، نیازی نیست که بگیم شهادت گونه. او شهید ساز از به تعبیر دیگر، اجازه من بالاتر بگم، شهید وقتی شهادتش پذیرفته شد که ارادت به حضرت خدیجه کبرا داشته باشه و دوستدار حضرت خدیجه کبرا باشه. اگر در عشق در قلبش عشق و محبت خدیجه کبرا مالامال نباشه به مقام شهادت نمیرسد. اصلا شرط رسیدن به مقام صدیق و شهید بودن این است که شخص به حضرت مریم کبرا ایمان بیاره. کسی بگه من ملک کبرا قبول ندارم، به شهادت این کشته میشه بعد اما شهید نیست. شرطش اینه که ولایت و دوستی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو داشته باشه. او حضرت خدیجه کبرا شرط قبولی شهادت شهداست. اینم نکته دیگری. خب اما برسیم ادامه بحث رو مطرح کنم. حدیثی رو ابتدا باز درباره حضرت حجت مطرح میکنم و سؤالی رو بنده از زبان عده‌ای میپرسند، خب چرا ما موفق به دیدار حضرت حجت نمیشویم؟ چرا ما محرومیم از زیارت حضرت حجت؟ چه کنیم که حضرت حجت رو زیارت کنیم؟ چه کارهایی باید انجام داد که زیارت حضرت حجت نصیب ما بشه؟ چه موانعی رو باید برطرف کنیم و چه جهاتی رو باید در وجود خودمون، نفس خودمون محقق کنیم تا موفق به زیارت حضرت بقیت الله بشویم؟ جواب این سوال رو خود حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه در نامه‌ای که جناب شیخ مفید اعلی الله مقامه و شریف داره و احتجاج تبرسی جلد دوم نقلش کرده و بهار الانوار علامه مجلسی هم جلد 53 نقل کرده، اینه. پس کلام کلام خود حضرت حجته و راه تشرف خدمت حضرت حجت رو و دیدارش رو و لقایش رو و زیارتش رو به ما یاد داده. لو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته، اگر شیعیان ما که خدای متعال همه ایشان را موفق بدارد به طاعت خودش. یعنی شرط اول چیه؟ طاعت. اگر طاعت خدا و طاعت رسول الله و اهل بیت رو داشته باشیم، ائمه دستورات امیرون رو رعایت کنیم، دستورات ائمیت ها رو رعایت کنیم، توفیق زیارت حضرت حجت نصیب ما می شود، توفیق همنشینیش نصیب ما می شود، مجالستش، زیارتش، رؤیتش نصیب ما می شود. من یطع الرسول فقط فاض، من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کس رسول الله رو اطاعت کرد رستگار میشه. بنابراین اگر بخواهیم موفق به فوز و سعادت زیارت حضرت حجت بشیم، بایستی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو، خدای متعال رو، ائمه اطهار رو اطاعت کنیم تا اون فوز لقاء خاتم الاوصیا و خاتم الائمه نصیب ما بشود. یک شرط دوم که حضرت خودش بیان فرمود، الاجتماع من القلوب. اگر همه شیعیان ما قلب هاشون با هم متحد باشه، یکی باشه و
در یکی در چه جهت باشه؟ در جهت وفاء فی الوفاء بالعهد علیهم، در وفاداری و عمل کردن به پیمانی که با ما بستن. ما با حضرت حجت پیمان بستیم، حضرت رو یادش رو فراموش نکنیم. ولا تنسنا ذکره، یاد حضرت رو از قلب ما به فراموشی نسپار. اگر دائم متوجه بشیم و وفادار باشیم به پیمانمون با حضرت حجت صلوات الله سلام علیه، که دیشب حدیثی رو هم خوندم که خودمون رو وقف حضرت حجت بکنیم، اون وقت تعبیرش این بود در اون روایت، من رحم الله، بله، بلا والله لیجعلن الله لو مخرجا، رحم الله عبدا حبس نفسه علینا. رحمت خدا شامل بنده‌ای خواهد بود که خودش رو وقف ما بکند. ما خودمون رو وقف ائمه اطهار کردیم تا بگیم امام زمان چرا خدمت شما نمیرسیم. حضرت حجت رو سرلوحه همه کارهای خودمون قرار دادیم، او رو فرمانده کل عالم هستی و خودمون میدانیم که هر کاری رو با فرمان او انجام بدیم. اگر ما میگیم سرباز حضرت حجت هستیم، شیعه حضرت حجت هستیم، فدایی حضرت حجت هستیم، کاری رو نباید بدون اذن ایشان انجام بدیم. خب این یک شرط. سوم، بله، لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، اگر شیعیان ما طاعت خدا رو داشته باشن، قلب هاشون یکی باشه، این دو، سه، وفادار باشن در عهد و پیمان به ما، لما تأخر عنهم اليوم، هرگز تأخیر نمیفته برای ایشان برکت ملاقات با ما. خود انسان باید، این تعبیر داره الیوم، خود انسان باید وجودش با برکت باشه. اگر ما بخواهیم به سراغ حضرت حجت ببریم که برکت است برای کل عالم هستی، ما خودمون چقدر وجودمون در مسیر برکت حرکت میکنه، در مسیر خیر حرکت میکنه، در مسیر خیرخواهی برای دیگران حرکت میکنه، در مسیر دستگیری برای دیگران حرکت میکنه. کسی که وجودش شر است، کسی که همه شر برای دیگران میخواهد، بدی برای دیگران میخواهد، یک قدم برای نجات دیگران بر نمیدارد، اون چگونه میخواهد یمن عالم، برکت کل عالم هستی این لقاء رو براش حاصل بشه که رو زیارت کنیم. باید یک سنخیتی بین خودمون و بین حضرت حجت ایجاد بشه. لتعجلت لهم، اون وقت اگر اینطور شد به سرعت سعادت برای اونها حاصل میشه. چه سعادتی بالاتر از مشاهده ما علی حق المعرفه، شاید اینجای دیگر، شاید چهارم رو هم بیان میکنه، حق معرفت پیدا کن. ما چقدر معرفت به حضرت حجت داریم. وقتی که انسان ها میان حضرت حجت رو در حد یک مرجع تقلید تنزل میدن، در حد یک آدم های مسئله گو تنزل میدن، این آیا ظلم به حضرت حجت نکرده؟ وقتی میخواد خدمت حضرت حجت مشرف بشه، وقتی که خودشون رو مقایسه میکنن با حضرت حجت و بعد تعبیر میشود علی وار، حسین وار، علی گونه، حسین گونه، این ظلم به حضرت حجت نیست. آخه این میخواد مشرف میشه خدمت حضرت حجت؟ کسی که خودشو میاد مقایسه میکنه با حضرت حجت، مقایسه میکنه با ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین، این هرگز امکان لقاء حضرت حجت رو نخواهد داشت. او همین که عقیدهش خرابه، عقیدهش باطله، عقیده کفری رو داره، عقیده باطلی داره، این علا حق المعرفه نیست. پس یکی دیگه از شرایط اینه، حق المعرفه باید داشته باشیم. اینجا حالا لازمه توضیح بدم باز. در یه روایتی داره، من از امیر سلام الله علیه، من عرفنی و عرف حقی فقد عرف الله، هر کس حق من امیر المؤمنین رو بشناسه. من عرفنی و عرف حقی،
هر کس معرفت به من پیدا کنه و حق من امیر المؤمنین رو بشناسه، اون وقت حقیقتا خدا رو شناخته. اینجا هم حضرت میگن الا حق المعرفه، اگر معرفت درست انسان ها داشته باشن. که معرفت درست یعنی چی؟ خود امیرون توضیح میده اینا کلمات ائمه‌دار همه با هم مرتبطن. معرفتی به نورانیه، معرفتون بالله، معرفت من به مقام نورانیت، مقام معرفت به خدای متعال است. وقتی که بخوایم معرفت به حجت پیدا کنیم، باید معرفت به مقام نورانیتشون پیدا کنیم که نور مطلق الهی هستند. خدای متعال ارواح اونها رو، انوار اونها رو قبل از این عالم خلق فرموده. صدها روایت در زمین داریم، حتی روایاتی از عامه هم داریم. الا حق المعرفه، معرفت درست پیدا بکنیم. معرفت درست پیدا کردیم دیگه ما اونها رو، همه شؤونات عالم رو تحت امر اونها میدونیم، اونها رو واسطه مطلق الهی در عالم هستی میدونیم. و صدقها منهم بنا، و درستی و راستی ادعاء معرفت از شیعیان نسبت به ما، ما ادعای معرفت میکنیم، ادعای تشیع میکنیم، آیا واقعا در این ادعا صادقیم؟ من مثالی میزنم، در روایت داره جمعی از شیعیان عراق آمدن از عراق، بیش از 1500 کیلومتر آمدن مرو به زیارت حضرت سامون الحجج. به خادم حضرت عرض کردن، خدمت حضرت مولامون عرض کن که جمعی از شیعیان شما از کوفه از عراق آمدن به دیدن شما. حضرت راشون نداد، 40 شبان روز در مرو ماندن، می آمدن هر روز در خانه امام رضا صلوات الله صلی الله علیه، و حضرت اجازه ملاقات بهشون نمیداد. چرا؟ تا اینکه آره چراش هم عرض میکنم، گریه کردن، عرض کردن چه گناهی از ما سر زده. ما به خادم گفتم برو خدمت حضرت عرض کن، عده‌ای از موالیان، دوستداران شما، ارادتمندان شما، اینها آمدن به قصد زیارت. حضرت تا این جمله رو از خادم حضرت عرض کرد، حضرت خودشون آمدن استقبال از اینا، خیلی تحویلشون گرفتن، خیلی لطف کردن، عنایت فرمودن، گریه کردن. چهل روز ما اینجا راه پیدا نکردیم، به ما راه ندادی. فرمود برای اینکه دروغی گفتید. چه دروغی؟ ادعای دروغی کردن که ما شیعه شما هستیم. من سیمای شیعیان رو در شما نمیبینم. شیعیان من، شیعیان ما سلمانند. جناب سلمان است، جناب ابوذر است، جناب مقداد است، جناب عمار است، اینا شیعیان ما هستند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ای کسانی که ایمان آورده اید، سوره مبارکه احزاب، تقوا داشته باشید و همراه با صادقین باشید. همراهی با صادقین که تفسیر شده به ذوات 14 معصوم ائمه‌دار، موقعی که خودمون اهل صدق باشیم. اگر آدم دروغگو رو با آدم راستگو یه جا قرار نمیدن. کسی که زندگیش بر پایه دروغه، از وعده دروغ دادن، از ادعای دروغ کردن، از تهمت زدن، از افترا بستن به دیگران، ابایی از دروغ گفتن نداره، این چگونه میخواد فوز لقا نصیبش بشه؟ بدترین گناه، گناه دروغه. در حدیث داریم جعلت ذنوب، همه گناهان در یک مخزنی گذاشته شدن و کلید این مخزن دروغ است. حضرت هم اینجا میفرماید و صدقها منهم بنا. را الان یعنی اگر کسی بگه من شیعه امیرالمؤمنین هستم، کما که شیعه مثل سلمان فارسی و ابوذر و مقداد و عمار واقعا پیدا نمیشه یا خیلی خیلی کم هست، این
گناه کرده و آیا این مورد مذمت قرار میگیره، عذاب میشه یا اینکه نه، به چه صورت هستش؟ خب اگر ادعا کنیم من در اولا اون رو از کنم اولیاء الهی، نه که ادعا، یعنی هم تو بلخواه آزو شما شیعه یک بیمونه، داریم که اولیاء من مخفی هم با. اولیاء الهی هستن، ما ممکنه معرفت نداشته باشیم، داریم در روایت که اولیاء من مخفی هم. ولی اینکه شخص کن ان الانسان على نفسه بصیره ولو القى معاذره، کسی که یک دروغ از زبان او جاری شد و حق نداره بگم من شیعه امیر بودم، این من دوست دارم، نه من با اینکه ادعا بکنه خودش رو مقایسه بکنه شیعه عام، بله یه معنای عام برای شیعه هست، یه شیعه معنای خاص هست، شیعه خاص اون اولیاء الهی هستن. حالا شیعه مجازی به اصطلاح بگیم، شیعه مجازی مسامحه‌ای که در حد موالی باشه، بله. خلاصه این پنج شرط رو حضرت بیان کردن در این: طاعت خدا، اجتماع قلب‌ها در وفا و پیمانداری به وفا به پیمان حضرت، سه و حق معرفت و صدق این معرفت نسبت به ما، این معرفتی که میگه واقعا صادق باشه. حدیث دیگری باز در این زمینه مطرح کنم که بعد ادامه کلام و خطبه حضرت سامان الحجاج رو مطرح بکنم. باز این کلام از حضرت حجت سلام الله علیه هست در همین نامه به جناب شیخ مفید: ما یحبسنا عنهم، ما رو باز نمی دارد از ملاقات با شیعیانمون، از دوستداران ما، از اینکه شیعیان دوستداران به خدمت ما برسن، ما رو زیارت کنن، الا ما یتصل بنا مما نکرهه، به خاطر اون اعمالی که دائما به ما میرسد، کارهایی که از اینها به ما میرسد، گناهانی که انجام میدن و ما این گناهان رو میبینیم، کارهایی که برای رضای خدا انجام نمیدن، بدیهایی که از اونها سر میزند و ما از اونها راضی نیستیم، این ولا نؤثرو منهم، ما اون کارها رو نمیپسندیم، کارهایی انجام میدن که ما از اون کارها راضی نیستیم، نمیپسندیم، این سبب محروم شدن اینها هست از زیارت ما و لقای ما. مدرکشم باز همون دو کتاب شریف احتجاج و بهار الانوار همون جلد 53. خب اینو توجه بکنیم که اگر ما رضای حضرت حجت رو محور قرار بدیم، خودشان به دیدن ما میان، لتعجلت لهم السعاده، این هم این مطلب. حالا برگردیم به کلام حضرت سامون الحجاج در ادامه خطبش که بیان فرمودن: رسیدیم به این جمله: الامام عالم لا یجهل و راع لا یمکر. امام عالم علی الاطلاق است و اون سرپرستی هست، اون زمامداری هست، زمامدار کل عالم هستی، که هرگز در برنامه او مکر، فریب، دغلبازی، خدعه، ناجوانمردی نیست. مکر با انسانیت سازگار نداره. عزیزی حرف خوبی میزد، میگفت در جنگ احد، غزوه احد، جناب جبرائیل شعاری رو از طرف خدای متعال مطرح کرد: لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. فتا یعنی جوان مردی همانند امیرالمؤمنین نیست، و شمشیری مثل ذوالفقار نیست که از روایت داریم از بهش نازل شده.
میخواستم اینو مطرح کنم. این بزرگ مطرح میفرمود که صفتی بالاتر از فتوت در آدم وجود نداره، جوانمردی. و سپسی و در مقابلش بنده عرض میکنم صفتی پستر از صفت نامردی و ناجوانمردی نیست. اگر این صفت چیز بود، خدا بودار اصحاب کهف رو تعبیر میکنه به عنوان جوانمرد. انهم فتیتون آمنو بربهم و زدناهم هدا. اینها جوانمردانی بودن. امام صادق فرمود بعضی از اینها سنی ازشون گذشته بود، اما تعبیر فتیه کرد، جوانمردان کردن، نه جوانسال. جوانمرد با جوانسال فرق داره. جوانمرد ممکنه زنی باشد جوانمرد باشه، ممکنه جوانی باشه ناجوانمرد باشه، ممکنه پیرمردی باشه ناجوانمرد باشه. جوانمردی اینه که در کار او خیانت به دیگران نباشه، ظلم به دیگران نباشه، انصاف در کاراش باشه. معدن النبوه، امام معدن نبوت است. یعنی چه معدن نبوت؟ در یکی از جلسات گذشته که به این جمله رسیدیم وعده دادم که این قدر رو این رو یه قدر بیشتر توضیح بدم. نبوت انبیا در حقیقت ریشه در ولایت مشروط به ولایت ائمه اطهار است. صلوات الله سلام علیه اجمعین. یه جمله برای این مطلب رو امام عسکری میتونیم ازش استفاده کنیم، از کلام حضرت امام عسکری صلوات الله سلام علیه، در تحف القول آورده، در کتاب شریف تحف القول کلمات قصار از امام حسن عسکری میفرماید والکلیم البس حلت الاستفا لما تأخر لما عهدنا عنه الوفا. موسای کلیم، والکلیم، موسای کلیم لباس نبوت بر او پوشانده شد، چون ما در عالم الست، در عالم ازل، در عالم نور، در اون عالم از او آگاهی داشتیم که او به پیمان ما وفادار خواهد بود. عرض کردم حتی عرفا همه مطرح کردن که پیمان خدای متعال از سه چیز گرفته: بر توحید، بر نبوت و بر ولایت امیرالمومنین تا حضرت حجت صلوات الله و سلام علیهم اجمعین، بر ولایت 14 معصوم و بر نبوت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. موسی کلیم بهش لباس نبوت پوشانده شد، چون ما میدانستیم در آینده وفادار خواهیم بود. حالا یه توضیح اینجا بدم. در یکی از ادعیه‌ای که مربوط به امام زمان هست سلام الله علیه، این رو میتونیم از کلام حضرت استفاده بکنیم، از کلام دعای ندبه هم منتصر به امام زمان هست، از امام زمان به ما رسیده. در اونجا داره، در ابتدای دعای ندبه داره: خدایا تو انبیا را برگزیدی، تو انبیا را برگزیدی. کی؟ در اون عالم الست. بعد ان شردت علیهم الزهد فی هذه الدنیا الدنیه و زبرجا و زخرفا و زبرجا فشرتو لکا ذالک و علمت منهم الوفا. خدای متعال یک شرطی گذاشت در عالم الست برای نبوت انبیا. یکی از شرایط چی بود؟ شرط کرد با اونها که در نسبت که به عالم دنیا میان نسبت به دنیا دلبسته نباشن. بعد ان شرطت علیهم الزهد فی هذه الدنیا الدنیه و زخرفا و زبرجا فشرتوا لك ذلك و علمت منهم الوفا. و تو دانستی که اونها در اون عالم، خدای تو دانستی که اینها وفادار به این شرط خواهند. حالا بنده هم میخوام یه نکته ای بگم. اگر ما بخواهیم
کسی حکومتی رو بگیم حکومت این امام زمانیه، اون حکومتی هست که زمامدارانش دلبستگی به دنیا نداشت، بیان دنیا رو برای دیگران فراهم بکنن، خودشون بیاین اونگونه زندگی کنن که جناب ابیذر زندگی میکرد، اونگونه زندگی کنن که امیرون توصیه میکرد، زمامدار امیرون باشن، رفاه رو برای مردم، تمکن رو برای مردم. و زمامداران جامعه اسلامی، جامعه علوی، اونایی که میگن ما میخوایم مقدمه ظهور حضرت باشیم، ما میخوایم مقدمه حکومت مهدوی باشیم، بایستی سنخیت بین اونها و بین امام زمانشون باشه. کسی که هیچ شباهتی با قنبر امیرالمومنین سلام الله علیه نداره، بلکه شباهت به جون غلام معاویه و یزید داشته باشه، این چگونه میخواهد؟ کسی که من میگه من با حقوق چند صد میلیونی حقوق رسمی ادعای خودش میکنه، رانت آنچنانی میخوره، وقتی که به مسئولیت میرسد از مسئولیتش تمام میشه، صاحب چندین کارخانه آلاف و الوف میشد، میلیاردها اختلاس میکنند، این چه ربطی داره به امام؟ این اصلا هیچ سنخیتی با امام زمانش نداره. و این همون کسی که با مکر اینا رو به دست آورده، امام تعبیر میفرماید که امام اون کسی است که را الا یمکر، سرپرست و زمامدار کل عالم است، که مک کمترین مکی در کارش نیست. بنابراین زمامدارانی که ادعا میکنن ما میخوایم، ما خادم امام زمانیم، شما خادم امام زمان هستید یا خادم نفس اماره خودتون هستید یا خادم معاویه و یزیدید؟ اگه کسی در مسیرش مکر باشه، فریب باشه، دغلبازی باشه، با خود قبل از مسئولیت هیچی نداره، بعد از مسئولیت همه چیز رو از اموال بیت المال غارت میکنه، نمیشه. آقا متاسفانه شرط گونه ای شده که برخی از افراد با تمسک به تعاریف دینی و گزاره های اسلامی رفتاری رو از خودشون به نمایش میذارن که باعث شدن خیلی از مردم، خیلی از افراد نسبت به دین بدبین بشن، و این واقعا آفتی است که بیانات اسدالی باعث میشه که افراد آگاه باشن، روشن باشن و رفتار زشت و ناپسند خیلی از، حتی شما خودتون نگاه هم فرمودید، کسانی که حتی معمم هستن، کسانی که حتی در لباس دین هم هستن رو به پای اسلام نگذارن، هر کس که میخواهد باشد، در هر کجا هم که میخواد باشه، یعنی صرف منطقه یا مکان یا کشور خاصی مد نظر نیست، در هر کجای این کره خاکی هر کسی که رفتاری غیر از رفتار اهل بیت اسلام و طهارت رو داشته باشه، مطمئنا نباید رفتارش رو به پای دین بنویسند. ما تقریبا 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم و انشاءالله در خدمت هستیم. بنابراین معدن نوبت اینه که یک چند تا معنا داره. یکی این که اصلا شرط تحقق انبیاء الهی معرفت به اونها، بله، و پیمانی که در اون عالم با خدا بستن و با اهل بیت، که در عالم دنیا که میان زهد داشته باشن و دلبستگی به دنیا نداشته باشن، که عرض کردم، نکاتی هم عرض کردم. و نکته دیگر که اصلا اونها به وسیله ولایت اهل بیت بوده که به این مقام رسیدن، در جلسه آینده باز روایتی رو در این زمینه مطرح میکنم. ولعترت من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میفرماید لا یغمض فیه بنسب، در نسبشون کمترین شکی نیست، ولا یدانیز و حسب، هیچ انسانی قابل مقایسه با او نیست. فالبیت من قریش، اهل بیت امام از قبیله قریش است، و الذروه من هاشم از بنی هاشم است، و العطره من الرسول از عطره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، شرف الاشراف و الفرع عن عبد مناف، امام اشرف همه کائنات است و از نسل عبد مناف است، از نسل حضرت، اینجا اشاره به حضرت ابو طالب سلام الله علیه داره که از عبد مناف، از اسمای حضرت ابو طالب است سلام الله علیه.
نام العلم، کسی که علم از او تجلی پیدا میکنه، کسی که خودش هزاران و میلیون ها مجبور داره چگونه میشود اسمشو بذاریم امام. امام نه تنها جهلی ندارد، نام العلم، علم از او تبلور پیدا میکند. همه اندیشمندان عالم باید بیان زانو بزنن، علوم را از او کسب کنند، از امیرون کسب کنند، از امام زمان کسب کنند. کامل الحلم، از اون طرف حلم کامل، فوری نمیاد خشم بگیره، حکم صادر کنه، دستور قتل بده، آدم بکشه. امام مهربان ترین انسان هست در عالم هستی، این جدش رسول الله که رحمتا للعالمین. کامل الحلم مستلع بالامر، همه امور عالم در تحت قبضه امام زمان هست. عالمون به سیاست، امام عالم است به سیاست. کدوم سیاست؟ که تقدم مردم، رشد، نجات مردم، نه سیاست تزویری. مستحق استحقاق ریاست داره، ممکنه رئیس ظاهری نباشه، اما ریاست حقیقی بر کل عالم هستی رو امام داره. مفترض طاعتش بر همه عالمیان واجبه. قائم به امر الله، او قیام کرده به امر الهی. خدای متعال او رو، نکته ای که اینجا توضیح، امر الله میگه. این امر اسم مصدر است، اضافه به چیز معنای عمومیت داره. امام تمام امور عالم به او بستگی داره. به دست اوست. مدت دقیقه تو پایده برای فرصت مجاید جمع‌بندی خلاصه. ناصحون لعباد الله. ناصح اینجا معنی دلسوزه. دلسوزترین عالمیان به بندگان خدا امام زمانه. ائمه‌طهارند. ناصحون لعباد الله. دیشب حدیث رو مطرح کردم که امام فرمود من شما رو انقدر دوست دارم. دوستی امام نسبت به اونایی که یادشون رو زنده میکنن از دوستی مادر و فرزند شیرخوارش بیشتره و از بوی عرق اونها لذت میبره. ناصحون لعباد الله، دلسوز است برای بندگان خدا. ان الانبیاء والاوصیاء صلوات الله علیهم یوفقهم الله و یسددهم و یؤمنهم من مخزون علمه و حکمته. احسنتم، خیلی ممنون و متشکرم. انشاءالله ادامه این فقرات رو شؤونات امام زمان و ائمیت ها رو جلسه آینده ادامه خواهم داد. خیلی ممنون و متشکرم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل سیدنا. سلامت باشید. بسیار بسیار لطف کردید. بینندگان عزیز و ارجمند، سروران گرامی، از شما هم که تا به این لحظه با برنامه سرزمین عشق همراه بودید بسیار بسیار سپاسگزارم. هر کجا که هستید صحیح و سالم باشید. التماس دعا و یا علی. مهر ای حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه. مولای من حسین جان